که غواړی آرام اوسی لښ پوسی او که غواړی نیکمرغه اوسی ډیر ولولی. نو ښه دی چې نیکمرغي پر آرامتیا باندې غوره وګڼو. که د پانتون محصلین یاست خپل کتابونه او زاړه چپترونه څه ورباندې کوي؟ آیا تر اوسه مو پر دې باندې فکر کړی چې خپل کتابونه بیا خرڅ کړئ؟ اوس دا کار شونه دی. په 25 سلنه خپل کتابونه خرڅولی سئ او په نیمه بیه باندې که تاسو نوي پانتون ته راکمیابسوي یاست کتابونه پلورلی سئ. کتاب ولې دومره ارزښت لري او په همدومره ارزښت باندې په افغاني ټولنه کې څومره مطالعه لرو؟ سلامونه، وخت په خیر. د وریان خبرونې ته ښه راغلاست. د پوهانو په باور د یو ټولنې د فرهنګ د خرابولو لپاره اړتیا نشته د هغوی کتابونه وسوځوئ، بلکې داسې یو کار وکړي چې هغوی مطالعه ونه کړي. بصیره احمدی د کابل پانتون د اروپوهنې او ټولنیز علومو محصله دا په څلورم صنف کې ده او غواړي هغه کتابونه چې زاړه دي بیا د لوستلو لپاره آماده کړي. بصیره جانې، ښه راغلئ. تشکر، سلامت باشین. انګیزه این که اینطور کاغذ های پر ارزش را باز برای خواندن آماده میکنین چی بود؟ به نام خداوند بخشنده و مهربان، پیش از اینکه در سوال شما بریم، سلام دارم خدمت شما و بیننده های برنامه شما. و در قسمت از اینکه چی انگیزه باعث شد که مثلا من این کار را شروع بکنم، نیاز من دیدم، این نیازی که هم جنبه اقتصادی داره و هم جنبه محیط زیستی داره و هم جنبه فرهنگی داره. یعنی چطور؟ جنبه اقتصادی در شرایط فعلی، اگر بدون که متاسفانه شرایط اقتصاد فعلی مملکت ما خیلی ضعیف است و مردم ما هم درآمدش کم هست، یعنی نباید هزینش بیشتر از درآمدشان باشه. پس ما خواستیم که یک سهولت را ایجاد بکنیم برای قسمت، خصوصا برای او قشری که واقعا علاقه به مطالعه داره و قشر تحصیل کرده هست. ما با این کار خود خواستیم که هزینه را پایین بریم و قدرت خرید مردم بیشتر بسازه. چطور؟ ما مثلا کتاب هایی که خوانده شده دیگه، مثلا اونا کسایی که نیاز داره از اونها جمع‌آوری کرده خریداری می‌کنیم یا تبادله دوباره در دسترس کسی که با اون نیاز داره به نصف قیمت بازار به اونها عرضه می‌کنیم. این باعث میشه که اونمو کمک میشه در بخش اقتصادی از اینها. و در بود مهندسی چطور؟ شما میدونید که اینمی کاغذهایی که ما از استفاده میکنیم، کاغذهایی که از این کتاب چاپ میشه، این همه از چی ساخته میشه؟ از درخت ها قطع میشه تا این ورق ها ساخته میشه. فعلا به اندازه کافی در جامعه ما کتاب ها چاپ شده و وجود داره، در هر خانواده به اندازه کافی کتاب وجود داره. به عوضی که اون کتاب ها در خانه گذاشته شوه و استفاده نشوه، بیای او باید به چی شوه؟ به دوران انداخته شد، با چرخش انداخته شد. خود کتاب که هست یک سرمایه است، سرمایه نباید راکت بذاشته شد، باید چرخش بیا. این دقیقا امی کاری که شما میکنید. بله، یعنی باعث میشه که ما هم از امی از آلوده شدن محیطیش دیدارگیری بکنیم و نگذاریم که قدرت های بیشتر قد شد. و جنبه فرهنگیش هم نیست که اگر سهولت ایجاد شد مردم بیشتر و بیشتر به فرهنگ مطالعه روی میاره و این یک رشدی هم میتونیم بگیم که ما یک رشد یا پیشرفت هم در بخش فرهنگی هم شده میتونیم. محصلین چگونه میتونن به این کتابایی که شما ارائه میکنین، خدمات که شما ارائه میکنین دسترسی پیدا بکنن؟ ما بر فعلا یک مرکز جور کردیم که از ساخت از این مرکز هم مدت زیاد نمیگذره. یک مرکز است که ما در اون مرکز هم تبادله میکنیم کتابها را، هم کتابها را به نصف قیمت در اختیار مشتری ها قرار میدیم و هم کتاب های از اونها که نیاز ندارن اونها رو میخرن. ما یک مرکز داریم که در اونجا میتونن اونها بیاین و از کتاب هایی که دارن اونجا، از کتاب هایی که ما دارم استفاده بکنن و کتاب هایی که اونها دیگه نیاز دارن هم بیان تحویل ما بدن. و دیگه هم اونها میتونن مثلا از طریق امو صفحات مجازی که ما پیج داریم، اونها میتونن لیست کتاب های ما رو ببینن و کتاب هایی که نیاز دارن با ما بگیرن که ما دوره در مصفحه خود منش برسن تا کسایی که اون کتاب داره دیگه نیاز نداره برای از اون بیان تحویل بدن. بله، مطالعه کتاب در جامعه امروزی ما چقدر ارزش داره؟ مطالعه کتاب خیلی ارزش زیاد داره. این که جامعه که مثلا مطالعه داره، افرادش که در افراد جامعه که مطالعه میکنن
سطح آگاهیشون بیشتر است، بالاتر است. اونها اینی میتونند در اینی آگاهانه عقلایی تصمیم گیری بکنند و هر کار به شاید درست از انجام بده. وقتی ما آگاهی نداشته باشیم ممکن اشتباه بکنیم. یعنی مطالعه از خودمون نشان میده که ما چطور مثلا عمل بکنیم. یعنی یک رهنما است بر ما در عرصه زندگی. امی سوال از مسئله پانتون کابل پرسیدیم و نظر از آره میشنویم که چی هست در این رابطه. امروز اساس فناوری و پیشرفت تامش وابسته به کتاب است. جامعه میتونه پیشرفت کنه که حداقل دو کتابخانی بیشتر باشه و امروز جامعه اساس یا مبدعشان به اساس کتاب استوار است و کشوری که ملتی که نتونه کتاب بخونه پس او باید تاریخ دوباره تجربه کنه و یعنی در هر کشور باید فرهنگ کتابخانی مروج باشه. کتاب یکی از رکن اساسی و یکی از سرمایه های مادی معنوی در جامعه امروزی به شمار می رود و تنها سرمایه‌ای که می تواند ماندگار در جامعه ما باشد کتاب است. کتاب یکی از رکن اساسی که در جامعه ما به شمار می رود می تواند جامعه ما را از حالت سکوت به حالت پویا در تحرک بیاورد و سرمایه‌های معنوی دانشجویان امروزی به حساب می آید. اگر ما بخواهیم جامعه خود را به سوی ترقی و شکوفایی سوق دهیم تنها می توانیم از طریق جستجو و مطالعات خود بالا آوریم. به نام خدا ما باید بگویم که ارزش کتاب آنقدر که باید ارزش داشته باشد افغانستان ارزش نداره و فرهنگ مطالعه افغانستان مردم افغانستان نمیداشته باشن. باید بگویم که آنچه که در فهم تو هایت آر بود مفهوم تو ما ذهن خدا فهم خود چنان با کتاب مملو بسازیم که نمایه شخصیت ما میشه. بنابراین کتاب باید ارزش بدیم و خود کتاب راهنمای خیلی خوب در زندگی ما میباشه و این میتونیم بگیم که کتاب بهترین دوست در زندگی ما هست. د درنو مسئلهونو نظرونو مو واورید لوم ولیدل اغلی احمدی و شما کتاب را میخرین درسته؟ کتابای دست دوم چند میخرین؟ ما برای اینکه چطور چقدر به فروش برسانیم و چقدر بخریم کتابا ما برای یک پالیسی طرح کردیم و این پالیسی ما به خاطر از این است که کتاب ها به شکل درستش و به شکل این که مثلا اعتماد دو جاز شوه و نگرانی زیر نداشته باشیم که کتابی که مثلا برده میشه دوباره مثلا اینی پس برمیگرده یا نه ما این پالیسی برش تهیه کردیم. مثلا قبلا بودن خیلی از نمایشگاه ها یا برنامه ها دایر شدن که کتاب اهدا میکردن اما دو اونجا امی چون یک چیزی که مثلا رایگان بیاید کسی قدر از رو بیشتر نمیدنه و باعث شد که مثلا دیگه کتاب ها و یک جای رفت یا در دسترس فقط یک نفر قرار گرفت یعنی محدود شد و در چرخش نفتید. حالا ما مثلا پالیسی اتفاق کردیم. پالیسی هست که ما یعنی کتاب ها را در 50% قیمت بازار بخیر مشتری قرار میدیم و 50% دیگه که باقی میمونه این بینی که ما فروشنده هستیم و کسی کتاب به ما میاره که دیگه نیاز نداره بین از ما و از اونها تقسیم میشه که یعنی پالیسی 25 و 50 میشه. ما در 25% قیمت میخریم و در 50% هم پس میفروشیم. خب یعنی مثلا یک کتابی که 300 افغانی قیمت داره شما با 150 اروپا او رو میفروشین درسته؟ 150 افغانی میفروشین. بازمون 150 افغانی بین شما و کسی که کتاب بالای شما فروخته تقسیم میشه. یعنی 75 اروپا به شما 75 اروپا به کسی که فروخته. خب شما چپتر هم میخرید؟ ما خیلی چپتر داریم بخوانم که بر شما بیاریم. تا حال که نه. چون دلیل دارم. چون فعلا در دانشگاه ها یعنی چپترهایی که تدریس میشن اینا ثابت نیستن. یعنی یک کاریکولم وجود نداره که او برای همه سمسترها عمو باشه. چپترها سمستر در سمستر اپدیت میشن
یا که مثلا ها اصول تبدیل میشه او چپتر اصول قبلی دیگر درس میتن از اون لحاظ ما چپترها رو نمیدیم ولی میتونیم امی منبعی باشه برای کتابی که اونا بیارن کتابای خود پیش شما بگذارن اگر فروخته شد مثلا شما میتونین که یک آیدی برشون بسازین یا نمبرشون بگیرین یک لیست باشه که باز برشون زنگ بزنین یک قسم یک چیزی دقیقا ما فعلا نیستیم داریم ما برای هر مشتری که با ما کتاب میارن و از ما کتاب میبرن برای هر کدام از ما یک اکانت باز میکنیم و هر اکانت یک چی داره کد داره یا نمبر داره او را باز دمی کاری که برای از ما میکنیم دمو بل و نمبر کار از ما اکانت از ما میزنیم که مثلا او یک مشتری برای ما در دانه کتاب میاره و از کتاب خانه ما مثلا 5 جلد یا 6 جلد هر چی که داره بودن و نمو یک طرف از مثلا کتاب هایی که به ما اردن اسم میشه و طرف میگهش مثلا کتاب هایی که از ما بودن این تا معاملت راحتی پیش میده که مثلا نهاد طرف چی شد به تعادل میرسه از نظر ما ارزش و قیمت کتاب ها در کتابخانه تان گوشه به نام گوشه مهربانی بود در اونجا کدام کتاب را میگذاریم؟ در گوشه مهربانی بعضی ها کس دیوار مهربانی داره اما ما یک گوشه مهربانی داریم در اونجا همین چپتر هایی که پیشتر شما یاد داشتیم چپتر ها هستن کتاب های کتاب های درسی که برای مکتب هستن کمکی البته دیگه کتاب های کانکوری که آمادی کانکوری گفته میشن اونو کتاب های هستن که در دامو گوشه مهربانی ما گذاشته میشه به شکل رایگان تبادله میشه هر کسی که نیاز نداشت بیاید بگذاره و کسی که نیاز داشت او را برداره در بحث دوام تری ولندی دمی بیام شرق لاستواریان سپرمانو ده در مورد این که این فرهنگ چگونه نهادی نبسازیم که کتاب را که استفاده کردیم خواندیم حتی اگر سرش چایم انداخته شده باشه باز بریم بفروشیم و کسی دیگه بیا او را پس سر بخره چگونه این فرهنگ را بیشتر گسترش داده میتونیم اول اینکه میخوایم بگم که باید از کتاب ها درست نگه بشیم چون خودش کتاب خودش یک سرمایه هست نباید چای سرش اختشه باید ممکن مطالعه میشه باید با کتاب آدم مهربان باشن هم قسم که کتاب مهربان است با انسان ها انسان هم باید با کتاب چی باشن مهربان باشن و کتاب در ارزش بده و فعلا هم که یعنی فعالیتی که ما شروع کردیم و میخوایم کتابایی که اونا دارن که دیگه نیاز ندارن و با نقد تبدیل کنن باید بیشتر ارزش بده به کتابای خود دیگه این که چطور مثلا این فرهنگ نهادی نشوه این برمیگرده که به چقدر زمان طول میکشه این چقدر وقت داره برمیگیره این نیاز به زمان داره و دیگه میگه نیاز داره که درباره از آگاهی دهی شوه تا مردم اطلاعات پیدا کنه وقتی کسی خبر نباشن چطور مثلا این فرهنگ نهادی نشه درست؟ پس با این نیاز داره که مثلا توسط برنامه ها شده توسط رسانه ها شده یا مثلا توسط تبلیغات شده این فرهنگ آگاهی دهی شود در سطح مملکت تا مردم از این روند آگاهی پیدا بکنند و این را عملا استفاده بکنند هر کس که آگاهی داشته باشند چون یک اقدامی هست که برای هر کس یک نفع دارد فرهنگ مطالعه چقدر بالای فرهنگ جامعه تاثیر گذار است؟ یک تحصیل گذاری تو میگم که خود فرهنگ مطالعه یا سطح مطالعه در یک جامعه با شرایط جامعه اینی رابطه مستقیم داره بگیم اگر مثلا اونجا فرهنگ مطالعه بیشتر بود مردمش از آگاهی بیشتری برخوردار بود اون مملکت هم چیست رو به ترقی و پیشرفت هستند ممالکی که امروز پیشرفت کردن اونها اول سر تعلیم و تربیه نسلی که در جامعه حضور داشتن یا بوده سر از اونها کار کرده بیشتر از هر چیز دیگر یعنی فرهنگ مطالعه ظرفیت نیروی بشری یک جامعه را بیشتر می‌سازد بله امی سوال از مسئولین پانتون کابل نیز پرسیدیم که چقدر فرهنگ مطالعه بالای فرهنگ جامعه تاثیر گذار است میریم با هم میبینیم
به نام خدا. ما میتونیم بگویم مطالعه باعث از این میشه که جامعه ما رو پیشرفت بده. یعنی چی؟ ما اگر کشورهای سطح منطقی ما رو ببینیم، مطالعهشان است که اینا رو به این سطح رسانده، دانششان است، نالجشان است، علمشان است، این کدام چیز دیگه نیست. پس ما باید کوشش کنیم حداقل بتانیم تا کشورهای سطح منطقه، سطح دانش، فرهنگ ما رو بتانیم برسانیم، و زمانی که با اونا رسیدیم میتونیم از اونا بلندتر هم برسیم. ولی فعلا ما کشور در حال تاسیسیم، باید مطالعه ما را، فرهنگ مطالعه را بلند ببریم. بسم الله الرحمن الرحیم. احمد شاه هستم، شکوهمند تخلص میکنم، یکی از دانشجویان دانشگاه کابل. در مورد تأثیر مطالعه در زندگی انسان‌ها میتوان گفت که از بارزترین دلایلی که به خاطر رشد و انکشاف سطح جامعه خیلی میتونه مفید و مفید واقع شود عبارت از مطالعه است. مطالعه نه تنها که میتونه در افزایش و افزودن معلومات عمومی ما مفید و مفید واقع شود، در ضمنش میتونه که سطح آگاهی جامعه را بلند ببره. بلند رفتن سطح آگاهی جامعه از خوبترین دلایلی بابت ریشه‌کن کردن و از میان برداشتن تعصبات قومی، نژادی و مذهبی می باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر ما تاثیر کتاب در یک جامعه به حد است که اگر ما بخوایم یک جامعه یا یک کشور را تغییر بدیم، باید ما رجوع کنیم به کتاب و اهل کتاب و اهل معارف یا اهل تحصیل کرده هایشون. اگر مخصوصا در جامعه افغانستان که یک کشور در حال گذر از جنگ است، به نظر من کتاب یک رکن اساسی بوده میتونه، یک پایه های محکم به خاطر آبادی کشور ما بوده میتونه. هر چقدر که سطح تحصیل کرده های ما بلند بره، به همان اندازه جنگ از کشور ما کاسته میشه و کشور ما به سوی پیشرفت و توسعه نایل میشه. خب به نظر ما کشور ما از جمله کشورهایی است که امروزه تک تک افراد به مطالعه نیاز داره، و همچنان این تاثیرگذار است بالای تک تک افراد که مثلا ما با او برخورد میکنیم. پس توصیه ما به همه افرادی است که در کل در هر بخش میتونن مطالعه داشته باشن، و این مطالعه که انجام میتن تاثیرگذار است بالای فرهنگ و جامعه افغانی. از لحاظ فرهنگی ما میتونیم که با مطالعاتی که انجام میتیم امی فرهنگ های نادرسته که در جامعه ما وجود دارن، مثالش ازدواج های قبل از وقت گفته میتونیم که تغییر داده میتونیم، و همچنان افراد که در جامعه ما وجود دارن میتونیم با رفتار که مثلا با مطالعات خود تغییرات که در رفتار خود ایجاد کرده میتونیم در بالای از اونا هم تاثیرگذار باشیم و رفتار از اونا را نیز تغییر ایجاد کرده میتونیم. نو ده مسئله نظرون ما اوریدله. بسیار جان، تا بال از این کارتون چقدر استقبال شده اگر بر ما بگوین؟ اگرچه از مدت کار که ما شروع کردیم خیلی زود ترمه میشم، اما هر کسی که اندکی آگاهی از ارزش کتاب، اندکی از ارزش مطالعه، اندکی از ارزش علم و دانش دارن، اینها خیلی استقبال کردن، حتی با من روحیه دادن، با من انرژی بخشیدن که واقعا کارتم فوق العاده هستد. چون یه کاری هست که مثلا مردم نیاز دارن که باید همچون فعالیتای شود. بیشتر که ما گفتیم که مثلا در بخش اقتصادی سهولت ایجاد میکنن، در بخش محیط زیستی کمک میکنن، فرهنگ مطالعه رو بیشتر میسازن. این متا حال را با هر کسی که این برنامه ما را دبایش معلومات پیدا کردن و از این اطلاع پیدا کرده، خیلی مشوق ما بوده، این تشویق کننده ما بوده. حتی مثلا کسایی که دور از کابل هستن، مثلا در سطح ولایت هستن، اونا گفتن که کاش شما یک نمایندگی در دیگه ولایت ها هم میداشتیم که ما از این خدمات شما میتونستیم مستفید شدیم. چی فکر میکنید معانی در پیش روی شما خواهد آمد؟ معانی که زیاد قابل تشویش باشن نیست، چون این کاری هست که یک نیاز را در جامعه حل برطرف مسئله مرفو می سازه. پس اگر اطلاع دهی شود، این مشکل چندان پیش نمی، فقط مشکل دهی هست که چطور این آگاهی دهی شود
و همه مردم که چی در ولایت چی در کابل هستن چی در ولایت هستن ازمی فعالیت ها و ازمی مثلا که چی مثلا ما چی کار را میخوایم انجام بدیم و چی فایده باز اونا دارن اگه خبر شوند یعنی مشکل جدی نیست و فقط تنها فیلن که ما مشکل میبینیم یعنی مثلا که کس خبر ندارد. در مورد این که چقدر باز دید کننده دارین از کتابایتان و چقدر فروش دارین اگه بگوین چقدر مردم تشویق شدن به طرف شما بیان که شما کتابای دست دوم رو میفروشین؟ تا فیلن که خوب بودم اما چون نوست خوب بوده اما اون چیز ما اول تصور میکنیم که شاید در ماه اول دو ماه فروش نداشته باشه مثلا دیگه نمایشگاه ها که مثلا دایر میشن اونا حتی برای اول فروش ندارن اما امید ما الحمدلله فروش داشتیم خیلی خوب بود وقتی که ما اینمی پالیسی خود برای از ما تشکیل میکنیم اونا متعجب میشتیم که چی خوب مثلا پالیسی هست ما میخوایم کتاب دیگه هم بخونم داریم ما میخوایم یه زی صبح بتون کتاب میاریم یا دیگه صبح مثلا این نخیر همگی از استقلال چون چی هست نفع خودشان به اینجا هست. شاید دقیقا مثل سوال اول باشه که از شما میپرسم الهامش چی بوده؟ یعنی الهام این کاری که شما آغاز کردین از طریق رسانه اجتماعی فهمیدین یا از طریق یوتیوب یا مطالعه خودتان بوده که این کار انجام بشه؟ نه خیلی از طریق مشاهده شدم. ایده ما یک روز در کتابخانه خیلی بزرگ بودم اینجا یکی از این برادرها مقدار کتاب زیاده را داشتم و خودم کتابشون خیلی خوب بود نه بود او دومی فروشگاه گفته که من میخوام یه بفروشم شاید نیاز داشت شاید با پولش نیاز داشت یا شاید به کتاب دیگه نیاز نداشت او را گفت اما او کتاب فروش گفته که من به کتابی دست دوم یا کتابی که یک بار استفاده شده من دیگه نیاز نمیخریم این پالیسی ندارد اون دیدیم که نیاز است وقتی یک جای نیاز هست پس برای کسی که میخوای یک فعالیت انجام یک فرصت شده میتونه پس من این یک فرصت دیدم به خاطر که برای خودم یک فرصت باشم و بتونم یک نیاز کسی دیگر هم مرفوع بسازم یک سهولت ایجاد بکنم این دیسپلی رفتم سر بله پلان های آینده ایتون چی هست؟ چی کار میخواییم بکنیم؟ پلان های آینده ما انشاءالله که در آینده ایست که ما بتانیم این اینی براکزه که در او کتاب ها تبادله شده کتاب های دسته دو خرید و فروش شده به کرایه داده شده اینی سهولت هایی شد در نقطه این کشور باشه بله خیلی عالی پیشنهاد شما برای مثل این که تازه از پنتون فارغ میشن یا در پنتون هستن چون در هر برنامه با این برنامه جوانان است و برایشان راه را نشان میدین که چگونه بتونن سر پای خودشان ایستاد بشن پیشنهاد شما برای به عنوان یک کسی که خلاقیت کردین بخش کتاب و کتاب های دست دوم را میفروشین چی هست که چه کار بکنن که سر پای خود ایستاد شون سوال خیلی خوب کردین چون من خودم هم فعلا سنف 4 هستم دانشگاه دیگه شاید از این بودیم اکثرا که مسئله اینه که سنف 3 و 4 میشه همیشه دغدغه‌ای هست که آیا من از این فارغ شدم تنهایی چطور میشه من میتونم یه کار پیدا بکنم نمیتونم پس در تحصیل خود ادامه دادم میتونم نمیتونم این کلا دغدغه این مسئله مثلا متاسفانه فعلا این مسئله تنها یه فکر میکنه که ما بتونیم یک نهاد دولتی بریم وظیفه نهاد دولتی شما فکر کنید که سالانه 20,000 محصل در دانشگاه ها جذب میشه حدودا تقریبی یا 20,000 دیگه چی میشه اینا فارغ میشن پس دولت چطور میتونه که به 20,000 نفر اجاره اشتغال بکنه به همه روز اینا و از طرف دیگه کشورهایی که رو به انکشاف هست پیشرفت کردن اونها بیشتر اونمو وفات یا مثلا عوامل پیشرفتی که داشتن اونا از جنبه سکتورهای خصوصی بودن اونا بیشتر تمرکزشان روی سکتورهای خصوصی هستن اونا هر جوانشون در دانشگاهی که هستن یک چیز اختراع میکنن اما ما فعلا شیشتیم منتظر شدیم که باید یک نفر دیگه بر ما یک فرصت کار به ایجاد بکنم من میگم که به عوض این که ما تمام تمرکز خارجی بکنیم که ما چطور وظیفه پیدا بکنیم به جای ازی بیم تمرکز خارجی قرار کنیم که ما چطور میتونیم برای خود یک فرصت کاری را ایجاد بکنیم که تا خود ما هم مصروف شدیم و چند نفر دیگر هم میتونه کار ما مصروفیت پیدا بکنیم بسیار تشکر تشکر شما که تاسو غواړئ په وریانس خبرونه کې ګډون وکړئ کولی سئ د هلال تلویزیون پیج ته ولاړ سئ صفحې ته ولاړ سئ خپل موضوع خپل نوم او
راتلی کله سي تر ته موږ وکول سي تاسو ملمنه کړو نو تر بیا چې بلې خبرونه کې زمو متدي خدان تاسو چوپړ کې راځم پر لاله مسپره